درود بر همه دوستان عزیز و گرامی، خدا رو شکر برای این فرصت. یک بار دیگه از طرف سازمان ایران برای مسیح در خدمتتون هستیم. این بار می‌خوایم در مورد برکت تولد مسیح صحبت کنیم. خداوند را در آسمان‌ها جلال باد و بر زمین در میان مردمی که خدا را خوشنود می‌سازند آرامش و صلح برقرار باد. انجیل لوقا باب 2 آیه 14. آیا تا به حال در این فکر بودید که این آرامش چگونه برقرار می‌ماند؟ آرامشی که فرشتگان مژده آن را بیش از 2000 سال پیش به چوپانان دادند، امروز به وسیله انجیل به گوش همه می‌رسد، ولی تنها مردمی از آن بهره می‌گیرند که با طرز زندگی روزانه خود خدا را خوشنود می‌سازند. بنابراین داشتن چنین آرامشی بستگی به خوشنودی یا رضامندی خدا از ما دارد که در حقیقت آن از خود خدا که منبع این آرامش را سرچشمه می‌گیرد و به ما می‌رسد. اما چگونه؟ حتما به یاد داریم که در بچگی هر وقت مطابق میل پدر و مادرمون رفتار میکردیم، آنان با لبخند توأم با محبت ما رو تشویق میکردند که موجب شادی و آرامش خاطر ما میشد، که در حقیقت آن آرامش انعکاس رضایت خاطر و لبخند آنان در ما بود. این هم در رابطه خدا با ما که فرزندان او در مسیح گشته این صدق میکنه. به ویژه وقتی مژده نجات مسیح را به کسی میدهیم و یا نیازمندی را در نام او دستگیری می نماییم، لبخند آسمانی او را در روح من احساس می کنیم و قلب من از آرامش او لبریز می گردد. کاش در این روزهایی که عید میلاد خداوند من عیسی مسیح را جشن می گیریم، به این نوع آرامش که مژده آن را به همراه مژده تولد مسیح به دنیا اعلام شد می اندیشیم و به یاری روح خدا همواره با طرز زندگی خود او را از خود خوشنود سازیم، تا دائما احساس رضایت خاطر او از ما دلهای ما را آرامش بخشد. آرامشی که مسیح با تولد خود به همراه آورد و قبل از برگشتن به آسمان آن را به ما هدیه داد و فرمود: من هدیه ای نزد شما میگذارم ولی میروم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش های دنیا بی‌دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید و نترسید. انجیل یوحنا باب 14 آیه 27. خب عزیزان، از طرف خودم و سازمان ایران برای مسیح، میلاد عیسی مسیح، پیام‌آور صلح و مهربانی، سمبل صبر و شکیبایی و نجات دهنده بشر رو خدمت تمامی شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و دعا می‌کنیم وجودتون سرشار از هدیه عظیم خداوند، آرامش فکر و دل باشه و در تک تک لحظات زندگیتون با حضور یهوه آسوده خاطر باشید. آمین. میلاد نجات دهنده بشر عیسی مسیح فرخنده باد.